با سلام و درود و امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که هممون میدونیم فضولی کردن درباره زندگی خصوصی فرزندان و خانواده سیاستمداران و افراد قدرتمند در جهان همیشه برای انسانها جذاب بوده. برای مثال الان ما بیشتر از اینکه دونالد ترامپ رو بشناسیم، دختر خانم ایشون رو بیشتر میشناسیم. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ این رو شما باید بگید. یا اینکه مثلا محبوبیت باراک اوباما بیشتر به واسطه همسرش میشل اوباما رقم خورده. همچنین زندگی آنگلا مرکل، تراز می و مکرون که سردمداران کشورهای قدرتمند اروپایی هستن همیشه مورد توجه مردم و رسانه ها بوده. اما این مسئله در روسیه کلن یه شکل دیگه داره، چون در مورد خانواده پوتین تا چند سال قبل هیچ کس هیچ چیزی نمی دانست و در واقع این امر برای روسیه یک موضوع امنیتی بود. بنابراین بهتون پیشنهاد می کنم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید و در ادامه با افس تیوی همراه باشید. البته باید این رو بدونید که این امر بی دلیل هم نبوده، چون آخرین خاندان سلطنتی روسیه که رومانوف ها بودن بعد از انقلاب کمونیستی همگی قتل عام شدن. به همین دلیل مسئولین روسیه همیشه سعی کردند که از اطلاعات خانوادگی خودشون بیشتر محافظت کنن. پوتین هم در این امر تلاش‌های زیادی کرده، اما طی 2 سال اخیر اطلاعاتی در مورد خانواده او، مخصوصاً یکی از دخترهاش، به بیرون درز کرده که باعث توجه شدید رسانه‌ها علل خصوص افس تیوی شده. خب همونطور که فهمیدید پوتین زندگی شخصی خودش رو به یک راز ملی تبدیل کرده و سعی میکنه دخترانش که یکاترینا و ماریا نام داره و به ترتیب 28 و 29 ساله هستن رو از انظار عمومی دور نگه داره. پوتین در سال گذشته در مصاحبه‌ای مجبور شد که راجع به این موضوع بحث کنه و گفته که دختراش هر دو در روسیه زندگی می‌کنن و در ماه 1 یا 2 بار با اونها ملاقات داره. جالب اینجاست که یکی از دختران پوتین که یکاترینا نام داره در بین رسانه‌های جهان بسیار معروف شده و هرچند که او را با نام دیگری، یعنی یکاترینا تیخونووا میشناسن، اما رویترز و چند رسانه معتبر دیگه اعلام کرده که او دختر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. پوتین درباره دختراش گفته: من در مورد دخترانم همیشه سختگیر نبودم، اما کسی هم که سختگیری میکنه قطعا فرزندانش رو دوست داره. او گفته: میدانم که والدینم مرا دوست داشتن و من در فضای محبت در خانواده رشد کردم. او میگه: من از دخترانم راضی هستم چون خودشان زحمت میکشن، به همین دلیل برایشان آرزوی موفقیت میکنم. حالا این خانم یکاترینا ببینیم کیه و میتونه با دختر خانم آقای ترامپ رقابت بکنه یا خیر. این رو شما باید برای من توی کامنت ها بنویسید. یکاترینا تیخونووا یک رقاص باله است. هرچند رسانه های جهان او را دختر پوتین میدانن، اما کرملین این خبر رو تایید نکرده. طبق اطلاعات منتشر شده پوتین و مادر یکاترینا در سال 2013 از هم جدا شدند و یکاترینا از نام خانوادگی مادر بزرگ خودش استفاده میکنه. یکاترینا برعکس خواهرش در زمینه اقتصادی و سیاسی بسیار فعاله و پروژه های دولتی و دانشگاهی بسیاری رو در مسکو انجام داده. یکاترینا به عنوان معاون و مشاور پدرش در زمینه تجارت و بازاریابی نیز فعاله. یکاترینا یکی از اعضای گروه راکند رول آکروباتیک و در زمینه باله و ژیمناستیک فعالیت میکنه. یکاترینا ازدواج کرده و نام همسر او کریل شامالوفه.
طبق گزارش دیلی میل، آنها در یک باغ و هتل زمستانی در سن پترزبورگ ازدواج کردند. گفته میشه ازدواج آنها بسیار مجلل بوده و دختر قدرتمندترین فرد روسیه در کالسکه رویایی که اسب‌ها آن را میکشید به همراه همسرش وارد باغ شده. دیلی میل گفته تمام شرکت کنندگان مراسم اعضای دولت و نزدیکان پوتین بودند و این مراسم بسیار امنیتی و بدون حضور رسانه ها و در خفای محض برگزار شده. همراهان گرامی، اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و اون رو برای دوستانتون بفرستید و حتما نظرات خودتون رو با من و دوستانتان به اشتراک بگذارید.